با خنده آرا لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری رحمان الرحیم، هموطنای عزیز ما، جوانای گران قدر، فامیلای بسا مهربان، السلام علیکم. هیچ کس نگفت و علیکم؟ نه صحیح. بسیار زیاد تشکر از محبتایتان، از لطفتان. باز هم خوشحال هستم که شما فامیلای مهربان ناز خدا پس دوباره با صحت میبینم. دوستان عزیز، فامیلای بسا مهربان ما، میگه ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی. چی توفیق از این بهتر که هموطنایت گلتا، فامیلای بسا مهربانتا، جوانای نازنین، اطفال نازنین، هموطنای گران قدرتا میخندانی. قربان شما. میریم سر جوکا و فکایی ها. میگه که یک خانم آمد دشار، خانم آمد دشار، آمد گفت که آمد یک دانه دیگ بخار خرید. دیگ بخار خرید، این دیگ بخار ای دکاندار گفت که دیگ بخار چند است؟ دای دیگ بخار چی چی پخته که دادم میتونه؟ دای چی چی است؟ بخاطر از این که یکان دیگ بخار که است تنها برنج پخته میشه، چیز پخته میشه. یک دفعه دکاندار گفت نانه جان سر خیلی سر جوان، همی خودت هم که در این دیگ پرتی پخته میکنه. یا تو دیگ هست؟ بچه من چیز هست، من خلاشت حالا کجای من دیگه. خب مقصد یعنی گفتم که کچالو، سلغم، هر چیز بلا تو مزدار پخته میکنه که ایدان بانی. یک دیگ از امون یه دیگ هست دیگه، خوصه یه دیگ هست دیگه. خب یه دیگ خرید و در اینجا یه خانم دیگ خانه برد. دیگه خانه برد، وقتی که دیگه خانه برد، دیدانه آرس هم داشت، آرس هایش هم جوان جوان بود، بچه هم مسافر. یک دفعه دمی دیگ یک کمک واره نانمان هم انداخت که پخته کنه، یک ذره ترکاری انداخت، کدام چیز انداخت که پخته کنه. یک دفعه این دیگ شروع کرد، همون ترکایی همون تو شروع کرد یک دفعه دمی اسنای زنک، ای خانم گفت که کار خدا سرت بیایه؟ ای تو همی همی انسانیت است که ای چیز است که تو داری؟ دادان آرس ما دیشتش طرفش میکنه. یعنی از برای خدا توی یال سعی که تو دانی قرآن تا زمانه شده. خب یک دفعه دمی اسنای یارس ها بیچارا برآمدن بیرون رفتن، که برآمدن بیرون رفتن. خب ای خانم یک دفعه همی دیگه بخار اشتشتش زیاد شد، هشتشتش زیاد شد. یک دفعه پس سر صبح دیگ آورد، در دکاندار آورد، گفت که من ایره بگی تو دیگ کدام زنک باز بر ما دادی؟ در این دیگ دست کدام زنک باز خورده فامیدی؟ من این دیگ تا بگی دیگت بسار زیاد چشم سفید از بسار دیگ بهتر بیاره دادی. به فکرت باشه که ما از تو مردم ها نیستیم فامیدی، که در یک هشتشت پیش هرکس بریم. فکرت باشه. او هم چیده؟ چرا دیگه پاره میزنی؟ دیگ است؟ دیگ دیگ ننیت است؟ دیگ چیست؟ دیگ دیگ است؟ دیگ 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 همه تو میکنه؟ دادان آرس جوان مقبول شیشته در اونجا شیشته دادان آرس هم دیگ تاول انترکایی من خودم به چشمای خود دیدم فهمیدی؟ دیگ به ناموس تا من خودم به چشمای خود دیدم. اوز فکرت باشه ما زنای قدیمی کلگ همه فهمیم آقای دکاندار. فکرت باشه یک نفر کمی یک رکایی خدا دور بتا خدا تو رکایی شعر خط واره ما میفهمیم که چی کس چی میکنه. ددان آرس ما شیشتای دیگ به ناموست
دین اول خو اول کوکلک کوکلک طرف آرس مینه ترکایی میکنه. اول تا کلی خودش شور داد ما چیز نگفت. یک آرسم گفت مادر جان سایگو که چی میکنه. من گفتم خیر بانش کدام البته چیز میکنه. باز دیگه دفعه طرف آرس دیگه مینه تن 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 تک دین تن 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 تک. من گفتم تو چرا میکنی دادان پدرت تو بر پدرت تو دیگه نالت. یک دفعه آرس آرس خود نام خدا یک ذره مقبول است قیسی واره نام خدا. او نام خدا مت گوشتیگه که مت چیز یک دفعه طرف از این ترکایی اش 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 یک دفعه مت اش اش کت دیگه آرسم اش اش کت ما که طرفش سعی کردم یک دم طرف ما اش پلاقه شروع کرد ششت که یعنی کلانشان توستی بیا که بریم گفتم بیا که ناله من بیترم قماندان عسکر خود گفت که عسکر خود گفت که پیریدون و پیریدون پیریدون بیچاره فریدون است نامش و پیریدون میگفتم و صاحب منصب دیگه خود تیار گو پیریدون در جنگ میریم این پیریدون بیچاره گو مرد گریان میکنه بی غیرت و بی غیرت تیار سید ای تیار سید که در مترکایی کن سید خود جم کو پتلونی تا جم کو از امو از کرای خشتا کشل هستی از کر که امو ترکایی از کر وری نبود سای منصب که امو تو سای منصب وری نبود بیخی بچیم خود استوار کو آنه قماندان سایم مرد خود تایر ساید کو گم شوه خود تایر ساید کو نه قماندان سایم در جنگ میری جنگ میری کاتی دشمن جنگ میکنیم مرگ با دشمن نه ما مرگ با دشمن نه ما مرگ با دشمن نه ما مرگ با دشمن زنده با دوستای ما زنده با دوستای ما یک دفعه دمی اسنا ای پریدون گفت که اونجا که رفتیم در جنگ میریم در جنگ میری؟ قماندان صاحب حالا من دشمن من را نمیشناسم من دشمن را نمیشناسم چرا یکی دیگه خدا بکشیم؟ خوب هم ندیدم میکشم هم ندیدم میکشم وقتی که او در خاکی ما بیایم هم در خاکی وقتی که در خاکی ما بیایم هم مجبور استیم از خاکی خود دفاع کنیم شما جوانه را مترکایی کتیمات دیز با دیز شوین که همو یک جای از دولت خود خواهیش کنیم که هر امکاناتی که دار از توپ و تیاره برای ما آماده بسازه که ما دشمنه خود دندنه چا بریزنیم مثل از اون سرباز دیگه واری نشه که یک سرباز دیگه داشتم گفتم که بیا او بچه فرات گو بله در مابین جنگ هستین در مابین جنگ و تو یکالی هست همون تو ضربه کریس همون تو ضربه کریس میزنم یک دقیقه پرد گم شد پرد پرد یک دفعه گو پرد گفت قماندان صاحب گفتم چی میگی پرد بگو چی گپ شده گفت قماندان صاحب گفتم ها گفت خون زرد است خون رنگش چی است سرخ است چی است زرد است گفتم یک دفعه ما گفتم پشت خون نگر چی میکنی پشت خون نگر گفت قماندان صاحب اگر خون زرد باشه ما شهید شدیم یک وقفه کوتاه میریم و پس دوباره بر یک آهنگ زیبای از تمام ملیت‌های خود دوست دارم قربان کل هموطنهای ناز خود اسپیشل من خودم دوستای عزیز از هر ملیت خود خوارخونده و بیادرخونده و عزیزایی را دارم که افتخار میکنم برای کل فامیلای افغان خود میرم بعد از وقفه یک آهنگ زیبای یککیاره که دارم شیخلیه شیخلیه ادامه لحظات شیرین خنده آرا به همکاری یک
دارم شیخنیه شیخنیه سر و گردن بمانن دفریه سر و گردن بمانن دفریه یک خیاره که دارم شیخنیه شیخنیه سر و گردن بمانن دفریه سر و گردن بمانن دفریه آها یک خیاره که دارم شادانیشی شادانیشی مویاشی تیت پرک بلیشانیشی مویاشی تیت پرک بلیشانیشی ریزک اکم خورتر اکم قندول اکم مقبول اکم پس و باره پیشی باره پس خطوخ کو پیکی داره پس و باره پیشی باره پس خطوخ کو پیکی داره آها چک چک آها یک کیاری دارم گردن کلوفته دندانای تایشی تاق مایاشی جوفته یک کیاری که دارم آها یک کیاری دارم گردن کلوفته دندانای تایشی تاق بالایشی جوفته نشانی میگویم میشناسی یا نه دا وقتی کبزد و دندان شی مفته رزگه که خورتره که مخبوله که خندوله که پس و باره پیشی باره پس خطخ کو پیکی داره پس و باره پیشی باره پس خطخ کو پیکی داره آه چک ماشالله دلی دارم دلی دیوانه دارم غمی بسیار و از جانا ندارم غمی بسیار و از جانا ندارم برای آن که از غمها گره دستم تا سحر پیمانه دارم با دستم تا سحر پیمانه دارم ریزک که میدک که خورتره که قندوله بس باره پیشی بار بس خطوخ کو پیکی داره بس باره پیشی بار بس خطوخ کو پیکی داره بس باره پیشی بار بس خطوخ کو پیکی داره بس باره پیشی بار بس خطوخ کو پیکی داره بس باره پیشی بار بس خطوخ کو میگن یکی راجع به می آهنگ که خواندم یکی از دوستای ما بود از بامیان ما فعلا در امریکا زندگی میکنه یک روز تلفن کرد که زلمی جان ما داتو یک از این باچه چیزه از این باچه خود رجب یک قصه شروع کنم داتو بازرم در تلویزیون بگه خواه که بیشرمه خواه ایتی کاری خراب کرده که؟ ده خدا به خدا ما یکی خود مایران ماندم که ایچی رو ایتی کار کرده به خدا اینا مگه ما بچه بخشی تی کار میکنم بگه خوب میکنم گفتم گاه خوردی؟ بخشی کار کردی تو؟ یک کار از کده یک تو میکنی؟ اولادی سک؟ ما آیا تو هستم ما چی دکتر میگم تو مگه باز میکنی یک کار دیگه میکنی؟ یک دم کتی آتا خود جنگ کرد زلمی جان بیتو کتی آتا خود جنگ کرد رفت در کورس انگلیسی رفت اردوش هم رفت چیز آقای زی بچه رو روان کردم گفتم باره که انگلیسی شما خوب شد در اینجا زبان شما بر نمانه ده یک دفعه رفت در اینجا پس اثر آمده کتی امیخ بابش گفت که بره سودا را بیار یک دفعه در بری ما مگه که ما گفتم ما بچه چشم خوراواز کو انسانیت یاد بگیر چی گفت؟ آتای تو چی گفت؟ گفت در اینجا آتای ماتای به درد نمخوره وای همیتو دلم همیتو جیغی کرد گفتم ما خدا بچه رو چی کرده؟
یک دل من تو جیغ کرد، گفتم چیز میگی تیتی؟ گفت آتای آتای ماتای به درد نمیخوره. گفتم حالا چرا به درد نمیخوره؟ از خاطری که گفتی ما در یک صنف هستیم. وی گفتم بالا تو رو بزنی، حالا از خاطری که در یک صنف هستی آتای خوره احترام نمیکنی؟ یک دم منم تو رو کای چیز کرد دیگه. گفتم به خدا که احترام یا آتای خوره نکنی، من شیر نبخشیدم، فهمیدی؟ من در تو شیر دادم، من در تو کلان کردم، یک دفعه من شیر خوره نبخشیدم. یک دفعه رفتم سبایشی رفتم از ما بین نیست اونجا مغازه کلان تو پراخ پراخ مغازه تا خدا ایتو هر چیز هست کتاب خدا کل شما را اینجا ببره به خدا ایتو یک چیز هست کل شی پاک صفای نظافت دکانا کل شی آدم گمش که خوش آدم میاید به خدا اگه کفر هم هست وطن خوره تو جر کده که تو با ما که وطنی ما جنت وطن خوره پایمال پایمال کردیم از دیست دشمن ها خدا ما و شما را انتفاق بده خدا ما و شما را دیست بده که ما و شما وطن خدا همه تو جر کنیم مشتوک واری بل 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 بیزن یک دفعه یه خانم گفت که گفتم برا و بچه ما شیر خور نبخشیدم دتو برا یک دفعه رفته نه دلار شیر آورده یک قیس دلار شیر ده اونجا یک قیس شیرای پاک صفای خوب شی شیرا کمی جاش بده یک قیس قیماق میگیره خب گرفت دو آورد نه دلار شیر گفتم نه دلار شیر چه بگو کن رفیقای خور مهمان داری چیز گابا یک دفعه گفت دما یک دلار شیر داده واسه چی نه دلار شیر دادم دیگه شیر میر خورده دما تا نناتی دو برادرها عاشق یک دختر شدن دو برادرها عاشق یک دختر شدن آمد به پدر خود گفت به بچه کلان گفت که پدر حق اولیت از کیست؟ بچیم یک دفعه گوش کنین حق اولیت مولیت نداره برای ما اونمو بچه ما برای ما مهم است که احترام پدر خود داشته باشه کلی کاری داشته باشه بچه کار کنین برای ما هر کدامتون برای ما اولاد کلش گل یک باغ است او پدر و مادر که اولاد خود به یک چشم نمیبینه اصلا او از نارسایی مطالعهشان است که باید از مطالعه کنن اولاد کلش یک اولاد است اولاد کلش یک نور دیده است اینجا بچه کلان گفت پدر من این دختر دوز دارم مرسله بچه خورد گفت که اینه بگه اینه بگه اینه بگه ما بمریم ما بمریم تو دیگه مرسله دوز داری ما بمریم بچه ایم چی گپ هست خیرت خواه هست پدر مرسل طرف ما گرم گرم سعی میکنه مرسل هر وقت طرف من رخ میزنه فقط طرف من رخ نمیزنه اگر طرف تو رخ میزنه طرف من همه ترکایی سعیش پلاخ میکنه نه پدر مرسل من میگیرم مرسل از مستک پدر من مرسل خوش دارم من مرسل دوست دارم پدر پدر بچه جان پدر خود نگه ریزه از ریزه بلا خیزه تو هنوز خوردستی جان پدر گل پدر پدر من چی خوردستم تو بسیار خوردستی هنوز اقوال از بیادر کلانت است پدر من دیگه چیز نمیگم قربانت شوم اما مرسل چیز کنین برای ما بگیرین بچه ایمو تو یک کار کنین جان پدر خود که من یک 20,000 بر تو میتم 20,000 هم برای بیادر دیگیت میتم بر دویتان 20,000 به بیادر خورد میتم 20,000 هم به بیادر کلان میتم برین بچه شما برین در یک شار دیگه کار کنین یک سال بعد پس بیاین اگر هر کدامتان صحیح کار کردین عاید خوب کردین 20,000 پر 40,000 پس ساختین اون همون مرسل از هموست خو صحیحست این بچه هم مدر آله خواه 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 یک سال بعد بیاین ها بچه برین یک سال بعد بیاین خو بچه هم رفتن وام رفتن یک سال بعد آمدن در خانه دروازه را واز کردن که دروازه را تق تق زدن اردویش آمد صاحب کمی آمد یک دفعه بابیش گفت که بیا بچیم چند کار کردین کوکی پیسا کجا شد پیسا این پیسا را که مترکایی یک دفعه کشیدن گفت پدر جان اینه ما 40,000 کار کردیم بیادر کلان گفت ما 60,000 کار کردیم یک دفعه بابیش صدا کرد گفت بچیم
تو 40,000 کرد کردی 60,000 کرد کردن پیش از شما من 1,00,000 داشتم مرسله خودم گرفت. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم با شما فامیلای ناز خود، با شما جوانای نازنین، با شما عزیزای گران قدر من. ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری دوستان عزیز، فامیلای بسیار مهربان، جوانای نازنین، میگن که یک کاکاگک 12 بجه شب در تلویزیون تلفن کرد که رادیو تلویزیون است، گفت که بله آ بفرمایید، رئیس به تلویزیون است، گفت نه خیر نه رئیس در تلویزیون نیست، اونا رفتن خانه رفتن، رئیس به اطلاعات و کلتور کجاست؟ گفت که اونا هم خانه هستن. گفت که خیلی در تلویزیون غیر خودت که نوکریوال دیگه کسی نیست؟ گفت که نه نه خیر نه. گفت اینم اینجا خانمم گپ میزنه. گفت بله سلام، چطور هستی نوکریوال صاحب؟ خوب هستی؟ چی حال داری؟ ما دیگه اینم اینجا شیشته بودیم، بسیار زیاد ما دق آوردیم، بسیار زیاد دقا آوردیم، تلفن کردیم در تلویزیون، گفتیم باش که رئیس یایش که اگر نباشه این هم اینجا کلگی هم خواب است، دیگه 12 بجه شب است، اگر لطف کنی رئیس صاحب همی نوکریوال صاحب یک چند خواندنک هندی برای من بونی که یک ساعت همه ترکایی مدلم شده که یک ساعت خواندنهای قدیم یک ساعت بشنوم، اگر یک لطف کنی این شبر من فرمایش میته برد که باش فرمایش از این یکمک وارد چرتر است از مکده. یک دفعه شوهرش تلفن گرفت گفت قربان سر چوم امی مرا طرف طرف زن ما طرف هندوستان روان کردی، مرا طرف امی موزیکای عربی روان کو، یک چند تا رقص عربی پرت و پیاز کلگی خواب است که یک ساعت رنج ما گل شود اگر بندازی. یک نوکری وال گفت گفت بسا معذرت می خواهم امی کستای عربی را کلش خودش کستای عربی را خود رئیس صاحب تلویزیون برده شوانه خودش صاحب. یک آهنگک پشتو خدمتتان تقدیم میکنم. یکی از دوستا فرمایش دادن، امیدوار هستم که قربان شما دیر من نه. بابام رو رو رازا موزیتا منن بنگ بر خلیدا ما سیگار دلالیا پس روشن دو میرن و خلیدا. بابام رو رو رازا موزیتا منن بنگ بر خلیدا ما سیگار پس روشن تو میرن و حلیده. آها 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 چر سیمو بیا بنگیشم تبام رو رو رازا لاد خیر که پدری نشم اینا ببام رو رو رازا موسیقی من در بانوار کلیدا ما سیگار دل آدایا پس روشن دو میرن و حلیدا. لاد خیر که پدری نشم اینا ببام رو رو رازا موسیقی من در بانوار کلیدا ما سیگار دل آدایا پس روشن دو میرن و حلیدا. Thank you.
حیات از گذر و قنابونم رو رو رسن موسیقه منن بن بر کلیدم مزی گرده نگیدم از روشند میرن و حلیدم خبام رو رو ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری میگن که یک دخترک تازه عروسی کرده بود یک چند وقت که تیر شد یک دفعه امی خوشویش آمد دیگه خوشویش صبح وقت آمد دروازه از دختر تق تق زد صدا کرد که شیلا 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 و شیلا بچه را چه پلاس چی کردی را شیلا هلا، بخیالم شیلا شدی دلا خو هستی، اینقدر خو دیگه بخی بچه ایم دیگه یک حداقل یک کارک و حال دیگه آرسی خلا شد بس از دیگه آرسی تیر شد دیگه وقت آرسی خلا شد گل خاله خود بخی، گل مادر خود شیلا؟ یک دفعه دمی اسنا دخترک دروازه رو واز کرد گفت که سلام خاله جان، شبتان خوش وی کش 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 شیلا سلام خاله جان خاله جان شبتان خوش وی بر قایت رفته بود دختر چی کرد؟ آرسه چی کرد؟ چرا بچه سعی کن هفته و دوازده بجه است دوازده بجه روز است هفته و سعی کن دوازده بجه روز است بگو که صحبت خوش چاشتت خوش شب چی؟ خاله جان شما را که میبینم چشمایم سیاهی میکنه از وقتی که هر وقتی که شما را میبینم هر وقتی که شما در نظر من ترکایی طرف مسعی میکنین روز روشن سرم شو میشن خانم برای خانم دیگه گفت که بهترین زن در دنیا کی بود؟ مچم کی بود؟ ما خبر ندارم بهترین زن در دنیا بی بی هوا بود چطور بی بی هوا بود؟ بی بی هوا خب چطور بی بی هوا بود؟ به خاطر از این که نه خوشو داشت که چخش کنه هر وقت سرش صدا کنه نه ننو داشت، نه ایور داشت که سرش ظلم کنه بهترین زن اونمو بود در کل زنا اونمو بهترین زن بود بی بی هوا دیگه امیدوار هستم که دیگه هم عزیزای ما اکثریتشان که عروسی میکنن باید از خانما را آزار نتن وقتی که یک خانم عروسی میکنه یک دختر که از خانه یک فامیل خود میره در یک فامیل دیگه اونمو اولادشان است اونمو جگرگوشهشان است نباید سر دختر مردم ظلم کنن سر زن خود ظلم کنن باید از اونمو خانم خود ناز بتن محبت بتن به خاطر از این که زن کاملا درد است کاملا رنج است دیگه دوستای عزیز میریم یک درامگک یک پارچگک تمثیلی کوتاه خدمت شما تقدیم میکنم امیدوار هستم که طرف توجهتان قرار بگیره چی شدی؟ آقا گل؟ آقا گل؟ بله بله با چی گه پسه؟ خب بخی نه خب بیایی چیز جور کن
بیا خب بخی که زانوخم خراب شده، زانوخم چیزا جرکو، زانوخم چریده جرکو که من خو نمیتونم دبان بالا شده نمیتونم. حالا خو چی دیگه یک دانه زانوخم تو جور کرده نمیتونی؟ ای بابا مام رفتم کیره گرفتم والا اینه همین وقتی که یک کسی که خواستگاری کرد یک دختره بگیرین که یک ذره مترکایی جد قرداشته باشه و خوران اینه بوبویم رفت یک چیزی را برای من گرفت خمیر یک اقل یک ذره یک ناز میگه دیگ که پیاز نداشت زن که ناز نداشت او طرفش کن اینه اینه از وقتی که نیره گرفتیم اینه به دربار خدا حیران موندیم والله اگه خوی نمیید والله اگه یک پیاز اگه صحیح پوست کرده بتونه خب بخی بیا که بنیم مره بتی چکوشه بتی برو دبا باش که من بالا برم از این طرف چیز کو من او دختر تو همی طرف یا بچیم تو همی طرف یا جان پدر که برای من بگو که من نمیبینم از اینجا خب برو بان بابیه تا بگو من برو بالا شو دبان بالا شو وش که بالا شو صحیح بالا شو وی از برای خدا وی توبه درای زینا بالا شدی چی کردی تنبان تا چرا چی رکدی وی قرآن بزنید مردکه یک جای میشینی خشتکت غار یک ذره خجالت بکز کتا مردکه در کجا بند کردی او روز خود در او سر به چیز بالا شدم در پدرنالت میخ بند شدم و ترکایی چیره شد وی الا اوش که زیاگلشان نبینه که بعد از تبتا شده خارق از به خدا شدید کتا مردکه خدا بزنید خدا بشرمانید ولی گر نزن کم چه وی خدا بزنید خدا بزنید. بیا که بدوزم کال دختر نبینه که بعد از بیا این طرف به تاشو که بر دیگه من تاشده نمیتونم برو برو بون خیر است این طرف دید اولادم است وی اولادم است حالا دید از هر چیز از خود یک عده اندازه داره چی بابی بیمانا سرمت یک بابای بیمانا یک خنده ققق کنین و خدای نه یک پدر ترکوایی بی تفاوت سر اولاد خود من اگر نزن من چکوش برو بیا فتونه بچیم بله بابا جان پدر خود بیا من از این طرف میزنم بوبویت از اون طرف میزنم بیبی که پس و پیش اگر شدیم باز تو بگو که از کدام ما پیش میره از کدام ما پس میره خب بابا بزن بگو ده بچه سک این از این بخل زدم نزن ده بخلش نزن قرآن بزنید که ده خشتک خارت این طرف بزن بگو این بخل بزن بگو زیادی طرف زدی کل دودا در این تاکید بابا میگه کل دودا در این تاکیدک خب بیازو بگو چهره شیشک داری بیازو بگو شیشک خیلی چطور کلم بگو بزن بگو بچه این فتانه برش بگو یک کمک کنه باش که من از این طرف بزنم باش بابا که بابه مادر مزید از درون میزنه تو از بیرون نزن خب باش خب من چطور کنم وی خب بس هست بابا نکوتیلا از اون خاله من چون خب ننیت میگم بچه بگو این شب بگو یک ذره دکم یک کمک کنه این صحیح شد یک بغل چیز کن مره بگو آن همونجا بگو یک ذره سنگک بان سنگک شور نته بابا بابا بر پدر بابیت نالت بابا مادر میگه بر پدر بابیت نالت من اگه بگو بر پدر بابی خودت نالت او دکتر چرا من تو که پنده اولاده چیز که نال متا شدم باش که متا شم حالا بابا خشتکت غار است برو که شو اوتره برو اولاد سگ برو اوتره بر پدر دارد برو من دامن برو اوتره برو سعی نکن کم شو اوتره برو بابا مادر بیا بگو یک ذره دگم کمک واره پستر بزن بگو کمک بگو زیاد نزنی بگو که دود میریزه بگو چه بلاستی بگو زیاد بابا یک کمک واره میگه بزن یک کمک واره تیلکو خاله اینه خوب بگو خب نگو بگو زیاد زدی بگو قار خدا در سر تو پک گوش بیاید چه بلاستی قرآن در خشتک غارت بزنه بیا ما تو بام جور یک وقفه کوتا میریم و دوباره برمیگردیم با شما فامیلای ناز و مهربان خود ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری به افتخار ارکستر ما که ما را محبت میتن همیش لطف میکنن و جوانای نازنین که در
بک استیج اینا محبت میکنن، به افتخار اینا دوستای من. خوب سعی یک کف بزنیم. میریم به سراغ یک دو جوک یا دو فکایی دیگه. میگن که یک روز خالگک بیچاره یک مادر، یک خالگک اما تو خالگک که به سنای 65 و به سنای 70 بود، یک دانه مرغک داشت. یک دانه مرغک داشت، این مرغکش این همه ترکایی این طرف و طرف میرفت. این خالگک دیگه چی میگه؟ با نکت پندیده تخم میگه وقتا که تخمت شده ما قربانی تو شوام. بیا 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 بیا. خود امی اصنا این مرغک از ایر یک دانه شغال آمد برد. این شغال کمی آمد برد مرغ برد، یک دفعه مرغ هم دمی دانم این شغال دیگه، شغال هم ترکایی می دوید دیگه این خالگک دیگه. الا زاره چوه خوار ما بردی، الا 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 وی خوار تخمیم، وی خوار تخمیم، وی خوارم، وی الان مرغم نبود که خوارم بود. آه خدا آشغال زارت چوه، آشغال خون پرتی، الهی زارت چوه شغال. خود دیگه این شغال برد دیگه مترکایی دمی اصنا. الله شغال مرغه که 4 کیلوی ما بردی، الله دنبره بردی و مرغه که 5 کیلویم. خوی رفتی شغالی را برد، یک دفعه دمی اصنا چیز شد این شغال روبا داده، روبا آمد در پیشوریش که شغال دیگه اما ترکایی ددانش مرغ است و برد. یک دفعه روبا گفت که چرا چرا گفت چرا جگرخون هستی؟ یک دفعه شغال گفت ولی نترسه. خود دمی اسنا یک دفعه گفت که این خالگک که کمپیرک سعی کو که مرغ 1 کیلویی خود سرمت 4 کیلو حساب کرد. یک دفعه روبا هوشیار بود، یک دفعه روبا هوشیار بود، یک دفعه طرف همی شغال کرد گفت بته یک دفعه من ددان من بته، یک دفعه من سعی کنم که چقدر هست. راستی 4 کیلوست. این شغال لوده بود، امی گرفت دمی مرغ دمی دان امی روبا داد، دمی دان روبا که داد صاحب امی روبا صاحب چی یک گریز کرد. یک دفعه دیگه این شغال سعی کو کمو 4 کیلو هست یا نه، سعی کو 4 کیلو هست یا نه دیگه. یک دفعه این روبا دیگه مرغ دانش هم ترکایی رفت، یک دفعه گفت که برو برای خالگک بگو که سر من 2 کیلو حسابش کنه. دوستان عزیز، فامیلای بسا مهربان من، جوانای نازنین و قندول من، یک آهنگک زمزمه میکنم برای از این جوانا، برای از این چوچگک های قندول که آمدن. شما خوب سعی یک کف محکم بزنین درشان. امیدوار هستم که ام خستکان براتان برنامه نبوده باشه. میگن که ای سراچه را بی بی، ای سراچه را بی بی، چوچه افغان بی بی، سر بچه افغان شدم دیوانه. ای سرا چرا بی بی، کاکا دختر بی بی، سر بوتکای دختر
بیاد سرت شال مندازم. باش که شاخو کجا رو کدامتان قویز حالا در این خانه کلان گروب کشال است. یک عالم تشکر از این محبتهایتان، از این لطفتان. من نمیفهمم چه قسم از شما تشکری کنم. شما جیگرگوشه های ما، شما فامیلای ناز ما، شما جوانای نازنین که امیدوار هستم که لحظات که با ما بودین براتان خسته کن تمام نشده باشه. انشالله بیاین، همیش بیاین در شوهای ما، در برنامه ما. هر درد رنجی که دارین شما امرای ما به تماس شوین که ما او را به تمثیل کنم، برای کل مردم، به خود دولت، به گوشش برسه. درد شما درد ماست. هر لحظه که هم هر هموطن ما، هر آلت را که ما ببینم در میدیا، ما قلبم برای مردمم گریه میکنه. قربان شما شوم، افتخار میکنم برای کلتان. زنده باد افغانستان، زنده باد شما مردم ما. یک عالم تشکر. برنامه ما همینجا به پایان یافت. تا برنامه دیگه شما را به خداوند پاک میسپارم. عید خوش، روزه خوش، حوصله بسیار زیاد، فراغ از خداوند پاک برای کلتان در حیام روزه میخوایم. قربان شما شوم. تو خنده آرای دیگر و همکاریه؟